سلام و درود رفقا، حالتون چطوره؟ به چنل خودتون خوش اومدید. درود به همه یزدان، امیدواریم که حالتون خوب باشه و هر روزتون بهتر از دیروز. امروز اومدیم با دو تا ویدیو خیلی جذاب، یکی اینکه یه پسر 10 ساله که اومده یه شعر خیلی قشنگ خونه در مورد مهاجرین افغانستان و یه پژوهشگر دیگه ایرانی که سفری که به افغانستان کرده نظر واقعیش اومده در مورد افغانستان گفته. پس بریم ببینیم. آره بچه ها، اگه اولین بار وارد چنل ما میشید حتما به خاطر حمایت از ما دکمه سابسکرایب رو بزنید، لایک ویدیو یادتون نره، کامنت بذارید. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. بسم الله الرحمن الرحیم. من یک مهاجرم، تقدیر این نوشته به پیشانیم ببین، تقدیر این نوشته به پیشانیم ببین، من یک مهاجرم به پریشانیم ببین، من یک مهاجرم به پریشانیم ببین، من یک مهاجرم نفسم ابر ممتد است، من یک مهاجرم نفسم ابر ممتد است، در چهار فصل یک سر بارانیم ببین، در چهار فصل یک سر بارانیم ببین. آره میگم اصلا خیلی دیگه اصلا دیگه ببین با این سن کمش داره یه شعر قشنگی هم میخونه در مورد مهاجرا و مهاجرت و اینا. درست، اصلا میگم آره خیلی جذابه برای مخاطب، اصلا میگم حس و حالش باید بفهمه تا بفهمه چی به چیه. معنی مرز دل حرم، معنی راه صبر، معنی مرز دل حرم، معنی راه صبر، معنی جنگ چیست به ویرانیم ببین، معنی جنگ چیست به ویرانیم ببین. من یک مهاجرم، وطنم روی شانه ام، باری به حجم بی سر و سامانیم ببین. من یه ذره شعر اولش کل معناشو کل معنای حرفو میزنه، میگم کل حرفش از کسی که مهاجر باشه میفهمه تازه داستان چیه، وگرنه درک آنچنانی نمیتونه بکنه به خاطر همون. یک مهاجرم، وطنم روی شانه ام، من یک مهاجرم، وطنم روی شانه ام، باری به حجم بی سر و سامانیم ببین. عیار با نگاه بهارا ورد بیا، عیار با نگاه بهارا ورد بیا، پلکی بسر نوشت زمستانیم ببین، پلکی بسر نوشت زمستانیم ببین. من یک مهاجرم که نمی آیی از دلم، من یک مهاجرم که نمی آیی از دلم، بشنو مرا به هستی پنهانیم ببین، بشنو مرا. ماشاءالله. آره میگم اصلا با اینکه سنش کمه ولی شعرش قشنگه، خدایی خود درک و فهم زیاده. بعد این شعری هم که خونده واقعا از غم و قصه همه مهاجران، همه مهاجر. آره میگم دیگه تو مهاجر نباشی درک نمی کنی به خاطر همونه. مرا به هستی پنهانیم ببین. من یک مهاجرم، تو مهاجر که نیستی، من یک مهاجرم، تو مهاجر که نیستی، میدانم که هیچ نمیدانیم ببین، میدانم که هیچ نمیدانیم ببین. همسایه جان یک استل و جان خون ما، همسایه جان یک استل و جان خون ما، لعنت برنگ و طایفه انسانیم ببین، لعنت برنگ. در مورد ایران و مثلا چیز که همسایه و ما اینا که در صحبت کنه به خاطر همونه. بله که داره هم چیز میکنه، مثلا مقایسه هاش که مثلا اینجوریه. واقعا سخته. آره واقعا میگم مهاجرت واقعا سخته، نمیشه بگی مثلا چیز، چون از کار و خونه و زندگی و خانواده و آدم میزنه که بری یه کشور دیگه که بتونی یه ذره پول جمع. یعنی در اصل میشه گفت همه رو باید پشت سر بذاری، همه رو باید پشت سر. میگم به زبونی شاید آسون باشه ولی اصلا کلا عملکردش سخته، یه جورایی نمیشه. واقعا سخته. با طایفه انسانیم ببین. من یک مهاجرم، با چه جرمی در این جهان، من یک مهاجرم، با چه جرمی در این جهان، هر روز بی محاکمه زندانیم ببین، هر روز بی محاکمه زندانیم ببین. تاریخ من اگرچه جنون است و انزجار، تاریخ من اگرچه جنون است و انزجار، این نیست افتخار نیاکانیم ببین، این نیست افتخار نیاکانیم ببین. بر من زمین سخته جغرافیای جبر، بر من زمین سخته جغرافیای جبر، میراث مانده است چه تاوانیم ببین، میراث مانده است چه تاوانیم ببین. من یک ماشاءالله، واقعا ماشاءالله. آره واقعا
به این جسه کم به این چیز حالا میگم بعیده دیگه اصلا میگم ولی هستن با معناست با معنا داره میخونه آره. هستن که اینجوری باشه آدم زیاده ولی به چش تا حالا نیومدن دیده نشدن تا حالا به خاطر همونه. ببین میراث مانده است چه تاوانیم ببین من یک مهاجرم که در این بازی کثیف من یک مهاجرم که در این بازی کثیف قربانیم فقط خود قربانیم ببین متوجه راست حقیقت رو داره میگه دیگه از مردمش میگه دیگه دقیقاً اونا که مهاجرت کردن دقیقاً یا عنوان مهاجر اصلا این توی شعرش هم اومد گفتش که اصلا مهاجرم ولی با اینکه زندانی هم اصلا بدون اینکه محاکمه بشم انگار زندانی به حساب دارم میام میام فقط خود قربانیم ببین بی بال و بی زبان و وطن رانده و غریب بی بال و بی زبان و وطن رانده و غریب این گونه زنده ام به گران جانیم ببین این گونه زنده ام به گران جانیم ببین شعرش قشنگ بود انصافا آره خیلی میگم با اینکه سنش کم بود خیلی قشنگ بود آره اینم میگم بچه یه شعر خیلی جالبی بود که یه پسر 10 ساله بود که به خاطر مهاجری خونده بود الان هم بریم یه پژوهشگر ایرانی که سفری که کرده بود به افغانستان نظر اونم بشنویم خیلی جالبه به نظرم دیگه سفر کردم و این جالب بود که هنوز 1 ساعت نگذشته بود که احساس میکردم تو وطن خودمم احساس میکردم تو سرزمین خودمم احساس میکنم کاری ندارم سوالی ندارم پرسشی ندارم دلهوره‌ای ندارم انقدر دلخواه بود که گاهی میومدم بیرون تو پیاده‌روها قدم میزدم گاهی بی خودی از آدم ها سوال میپرسیدم میدونستم اون خیابون کجاست میدونستم اون نمیدونم مجید مال کجاست میگفتم آقا مجید مال کجاست میگفت این سرک مثلا برو اونور میرسی بهش با این که مثلا احساس صمیمیت و اینا رو داره میگه دیگه میکرده راحتی که بوده شوق و ذوقش از این بوده که توی یه کشور دیگه بوده ولی خیلی راحت آره دیگه همینجوری دیگه وقتی یه فرهنگی که بهت نزدیکه یه چیزی که بهت نزدیکه رو دیگه احساس راحتی باهاش میکنی دیگه اونجوری نیستش که گفتم آقا مجید مال کجاست میگفت این سرک مثلا برو اونور میرسی بهش و لذت میبردم تو اون جلسات شعر که میشستم احساس میکردم با خانوادمم و واقعا اینجوریه من تو تاجیکستان از یه شاعر شنیدم گفت شاهنامه وطن است به این معنا ما هممون هم وطنیم ببینید اتفاقی برای هندوستان افتاد و زبان فارسی از دست رفت این اتفاق نباید برای جای دیگه بیفته زبان فارسی دومین زبان جهان تشیعه یعنی اگه کسایی که به دین و دینداری میخوان بکوشن هم باید به این زبان اهتمام کنن زبان فکر کردن ماست حالا منظورم اختلافات مذهبی نیست واقعا میخوام بگم اهمیتش در یه حوزه چقدر وسیع این کسانی که تصمیم گیرنده خاطر همینه که باید قدرشون رو بدونیم یعنی قدر این دوتا کشور رو بدونیم با هم همبستگی داشته باشیم حالا درسته یه سری تنشا پیش اومد مشکلات و تنشا هست آره ولی این نباید اختلاف بندازه بین اتحادی که هستش رو خیلی ها هستن هنوز اصلا علاقه چه ایرانی ها چه افغانستانی ها که علاقه ای دارن که اصلا این اتحاده همیشه اصلا پایبند باشه امیدواریم که اینجوری باشه هست چون واقعا هست یه عده خیلی کمیه که دارن اصلا چیز میندازن دیگه تفرقه میندازن بین این دوتا کشور وگه نه اونجوری هم خب نیسته خب حالا یه سری مشکلات هستش که برای اون کشور افغانستان هستش یه سری مشکلاتی که ما خودمونم داریم دقیقا. تو کشور خودمون با مشکلاتی که پیش اومده و داره جنگی که داره پیش میاد که امیدواریم اصلا پیش نیاد واقعا ولی خب امیدواریم بازم متحده باشیم متحد باشیم کاش که یه روزی بشه همین جمع همه با هم بریم افغانستان و ببینید چقدر دوست داشتنیه و چقدر مردم نازنینی داره و چقدر مردم بی نظیری داره حالا یه نفر در چند سال پیش اومده یه مرزی کشیده گفته این طرف مرز میشه ایران اون طرف مرز میشه افغانستان یه ذره اون برتر کشیده بودی یه ذره این طرف تر کشیده بودی کلی از سرنوشت ها و کلی از فکر ها و کلی از خلاصه جهان ها تغییر میکرد
مرزا اگه مثلا میگم چند سال پیش، میگه اگه اون مرز اون وقت‌تر بود خیلی الان داستانا فرق می‌کرد دیگه، این فرقه نبود دیگه، بگی من افغانستانی ام، اون یکی بگی من ایرانی ام، بله همه چون... یکی بودن دیگه، اونجا دیگه نمی‌اومدن بگن خب چیزه. الان به جای اینکه تازه بیان بردارن، تازه دیوارچینیش هم میکنن دقیقاً اینا. من خودم این مرزها رو باور ندارم. مرزی که در روزگار آخرالزمان شکل میگیره درش این خطها نیست، حتما یه مرز انسانیه، حتما آدم ها به خاطر آدم بودنشون کنار همن و تعاملاتشون بر مبنای تعاملات انسان هاست. من بهترین دوستانم از افغانستان بودن، دوستان خوب ایران و نازنین ایرانی هم دارن، ولی خدا وکیلی دوستان خیلی خوب افغانستانی داشتم، آدم های بسیار نازنین. خب حالا باز فضای رس یه چیز دیگه قدیما که مثلا چیز بود اون زمانای شاه ها و اینجور چیزا، اون موقع مرزی بوده؟ نبوده دیگه. ببین الان یه چیز بخان... وجود 100 سال 200 ساله که دارن این مرزو کشیدن، خب درسته. بعد اون موقع اصلا دیگه مثلا اینجوری نبوده اینقدر اختلاف داشته باشن، فرهنگاشون اونقدر نزدیک بوده به هم دیگه، هر کسی نمیدونه مثلا می‌خواد بره ایران یا می‌خواد بره افغانستان، اصلا این مشکلاتی نبوده. حالا برای کشورهای دیگر هم همینجور، یعنی همینجوری بوده دیگه. باره تاجیکستان میخواستن برن، اینا جدیدن اینجوری شده، مرز میکشن، دیوار میکشن که اختلاف دارن میندازن. قبلا اینجوری نبوده، عقلشون میرسیده. به هر حال اونی هم که میاد وارد ایران میشه بازم میخواد رد بشه. این یه جاده ابریشمی بوده که اصلا یه چیزی که میومدن و میرفتن دیگه، به خاطر همون اصلا دوسته. یه چیزی که قدیم اصلا اینجوری نبود، جدیدن دارن اصلا اذیت دارن میکنن. دیگه جاده ابریشم آره دیگه، می اومدن می رفتن، کاروان یه جایی اتفاق ایجاد میکنه. البته طبیعیه، باید تمهید بشه، باید تمهید میشد، یعنی باید از اول تمهیدی میشد برای مهمان نوازی مردم، مهمان نواز ایران. حالا این تمهید نشده، یه دفعه یه عکس العمل شدید بخوایم نسبت به این موضوع نشون بدیم، طبیعیه دیگه. وقتی که برایش مقدماتی رو آماده نکنه ناچاری، وقتی آدم زیاد پاشو بذاره رو گاز بدونه اینکه نگاه کنه جاده کجاست، جاده رو آماده کنه، باید یه ترمزی بکنه که هم ترمزه مضره، همون گاز دادن مضره، هم برای سرنشیناش، هم برای کسایی که بیرونن. امیدوارم که یک اتفاق خوش و میمونی برای این مجموعه گستره زبان فارسی بیفته. عرضم طولانی نشه و شاید این جلسه واقعا ما هم آرزون همینه که همچی چیزی بشه. واقعا امیدواریم که اینجوری بشه، حداقل یه اتفاق به گفته برادر عزیزمون، یه اتفاق خوب، یه چیزی یه معجزه که آره یه معجزه بشه حداقل، با دیگه این اختلافا واقعا نباشه، چون اصلا یه چیز مسخره است از نظر ما. بله. چون اصلا میگم قبل اینجوری نبوده بابا، این بحث مهاجرت و اینا هم که بوده از 40 سال 45 سال پیشه، خیلی شاید بیشتر، ولی میگم اصلا اون چیزی نیستش که چیز باشه، به خاطر همون مشکلاتی که الان داره پیش میاد یه چیز مسخره است به نظرم. امیدواریم که به هر حال درست بشه. دقیقاً. بچا دمتون گرم بچه که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید، نظرتون تو کامنت ها بر ما بنویسید. میگم ویدیوهایی که از ولایت هم درخواست داده بودن اونها هم دونه دونه بچا قرار براتون بذاریم، چه از نورستان چه از پروان، ولایت پروان، همه جای ولایت ها رو قرار بذاریم دوباره. دمتون گرم که تا این ویدیو همراه ما بودید، لایک کامنت سابسکرایب این ویدیو یادتون نره، مثل همیشه خیلی عشقید، تا ویدیو بعدی فعلا.